سلام این را از این برنامه از خوش آمدید. مهمان برنامه ما آقای محمد عمر داوزه، رئیس ستاد انتخاباتی دکتر محمد اشرف غنی و تیم دولت‌ساز. بسیار تشکر آقای داوزه که به خوشی تشریف آورده. تشکر از شما، سلامت باشید. آقای عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، خود برنده انتخابات ریاست جمهوری خواهد و شما هم شب گذشته در یکی از رسانه‌ها گفتیم که 100% به این باور هستیم برنده هستیم، انتخابات به دولت نمیده. همین باور برای شما کجا پیدا شده و در مورد قضاوت آقای عبدالله بشید؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم، اول خود شما و مردم افغانستان مبارک باد میگم که بار چهارم حماسه آفریدن و انتخابات اشتراک کردن و قانون اساسی خود استحکام بخشیدن و به دنیا ثابت ساختن که معتقد به دموکراسی و به جمهوریت هستن و هیچ رای دیگه برای پیش برد نظام بغیر از جمهوریت دوست ندارم، خوش ندارم. حالا من این راضی به انتخابات خیلی متاسفانه همون فرهنگ قبول کردن نتایج که توسط کمیسیون در اعلان شد رسما او فرهنگ هنوز نهادینه نشده در بین کاندیدا و در بین اونایی که در رقابت میرن و رای مردم رو میگیرن. یک دلیلش هم که فرهنگ نهادینه تاوار نشده با وجود اینکه ما شاهد به یک حساب 5 انتخابات در خود جمهوری بودیم، یکی در 2004، باز در 2009 و دو تا در 2014 که دور اول دور دو بود و آلی در 2019 برای بار پنجم ما شاهد انتخابات بیست. این هر چهار داره، این جمله 5 دار در 4 دار جانب مقابل هم یک کامبیز بوده که در سطح عبدالله بوده و همیشه تابعه امو عادت بوده که قبول نمی کنم، نمی پذیرم. نه این برای خواهی عبدالله گفته نه این دفعه پیش گیرانه ما برنده هستیم از طریق آن را کسب کردیم. این دفعه پیش گیرانه عمل کرد، برای آمد و گفت که ما برنده هستیم و ما حکومت می سازیم. حالا اگر تیم دولت خواست خاموش می مان اون درست نبود، باید ادهان مخصوص می شد، یعنی نوع ذهنیت نامطلوب پیدا می شد در جامعه. به خاطر تیم دولت خواست هم لازم دانست که اکل عمل نشان بده و بوده که ما تابع او فرهنگ هستیم که منتظر می باشیم تا نتایج کمیسیون اعلام کنند. و یادی که آقای عبدالله اعلان کرد و هم از باید عزیزی من خواهیش داشتم که ما یک چیز بودیم، ما ویدای از اونا رو رد کردیم و اون که رد میکنیم خب مالنده از نتیجه چیز که یعنی ما برنده هستیم. آقای دوزه، یا سوای شما چند چی هست؟ شما بین چند دستت آرا رحمت من حاصل کستن؟ ما فیفزی نمیتیم برش به خاطر اینکه کار کمیسیون است. ما معتقد هستیم که دکتر سید عبدالله برنده نیست و این به این معتقد باید شما برنده است. اگر اون آنها باشه طبیعتا که نتیجه عدی میشه که تیم دولت اما ادعای تیم ثبات هم دارایی به این است که اونا اصلا ماخای رای با خود دارن، تیم کلان سیاسی دارن و به این دلیل بعد ادعای برده میخونه در انتخابات نتیجه بگیرن. خب بانکای رای خود از انتخابات پارلمانی سال گذشته ما دیدیم که ملت حد کردی با بانکای رای اما آقاداده هایی که کاندید شده بودن اکثرت هم ناکام شدن، در مورد مصرحی خوب ناکام شدن، رای موفقیت نبودن. این بار هم وقتی که نتایج رسمی رای به ملت مردم ثابت می شد چلی تصمیم ملت بودن که با او بانک های رای که در رفتش به اصطلاح امو آقا ها هستن اونا را ملت دیگر رای نمیتن، اونا سمبول نمایندگی از ملت نمی کنند. نسل جوان رشد کرده، فکر جوان رشد کرده، آگاهی در مورد دموکراسی زیاد شده. دو سه سال، چهار سال، پنج سال قبل مردم اطراف ما اوایی که اوقدر از لحاظ آگاهی هنوز رشد نکرده بودند اونا فکر میکردند که معلوم نیست که رای که برکس بده به او آقا معلوم میشه که به کی رای داده، میتشتیدم. حالا میفهمند که وقتی پشت پرده رفتن دیگه کسی نمیفهمه که رای به کی داده، خودش هست و خدایش هست. و این دفعه در جاهایی که ما اصلا فکر نمیکردیم به تیم دولتساز رای داده، در سه چهار ولایت که از لحاظ گذشته و سابقه تیم دولتساز مثلا در 2014 در دکتر غنی رای بسیار پایین برده بود، این دفعه رای بسیار خوب برده. این معنی است که تغییر ذهنیت آمده در جامعه، مردم آگاهانه رای میدن.
یک نقطه دیگر رو خدمت شما اضافه کنم که ما نزدیک به 70,000 ناظر داشتیم. 30,000 که سهمیه ما بود 29,500 او رو ما پورا کرده بودیم و هر حزب همفکر ما تا 10,000 ناظر میتونید داشته باشد. از اونا هم گرفته بودیم. ولی تیمای بعدی سهمی خودم پورا نکرده بودیم. شما که 70,000 ناظر داشتیم، 70,000 ناظر اطمان در شما آمار دقیق از آرا را برای شما داده. یک باری در میکنم بخواستم که تکمیل دقیق آقای کسی را طبیعتا که اونا گزارش دادن، گزارش مستند دادن، ولی ما خود این حق نمیدیم که بگیم که چند درصد داره کی برده و کی نبرده. این را ما امو فرهنگ اما شما غیر مستند گفتیم که آقای عبدالله نبرده تقسیم شما برده. مجبوریت ماست، ما را مجبور ساختن آقای عبدالله، ما را مجبور ساختن که امی حرف رو بگیم که نه آقا شما خود نبرده و طبیعتاً که اونا نبرده مردم قضاوت میکنند که کی برده دید. آقای داوسته، در پیوان با بحث تیم کلان و بحث گرفتن اکثر اصلا مثلا چی دیده که دکتر عبدالله گفت که آرای بایمسفی، غیر بایمسفی باید باطل شوه و در این صورت گراف آرا بلند میده و تیم دکتر عبدالله مدعی است که 62,000 آرا را کسی کرده و به این باور اصلا که ای آرا با باطل شدن با آرای غیر با ایمیتی خلاف گراف بلند میره. دیدی تیم شما در پیوان با آرای غیر با ایمیتی خلاف شده چیه؟ نظر خود شما ما در تشکره نمی کنیم. ما تابع تصامیم کمیسیون مستقل انتخابات هستیم و ما شدیم که کمیسیون مستقل انتخابات گفت که آرایی که با ایمیتی خلاف نشده باطل است. و این تصمیم ما تایید می کنیم، ما تابع هر تصمیم شما. یعنی شما حاضر به این هستیم که قبول دارین اگر آرای غیر بایومتری شده باطل شود اعتراض نداشته باشیم؟ ما هر تصمیمی که میتونیم مستقل انتخابات رو میپذیریم به شمول تصمیمش هم در مورد آرای بایومتری شده یا نشده. نگرانی در پیوان با بحران میدم واکنش به یک دکتر عبدالله بعد از او آقای عبدالله صالح داشت، شما هم در اصلا بازی آقای دارید. ملت نگران است که یک بار دیگر در نتیجه تسلط نتیجه انتخابات به بحران داره و با دیگر انتخابات حکومت اتفاقی تشکیل داشته. اگر انتخابات بردن شما حاضر هستین که به خاطر مهار بحران حکومت اتفاقی تشکیل بدید؟ با مردم افغانستان فعال اطمینان میتونم اما یک کسی هستیم که به همه حکومت ها در اجلاس هم اون سالی که داشته به شکل از اشکال دخیل بودم. تجربه ما برای ما ثابت کرده و ما اطمینان میتونم به مردم ما که به تشنج نمیرم و بحران دیگه پشتر گذاشتیم ما و به معنای بحران گذاشته که بعد از انتخابات مردم بحران ایجاد میکنه. حالا دیگه نه ملت هست دیگه بحران داره و نه هم اون سیاسیونی که میخوان بحران ایجاد کنه اونا او توانمندی را داره. من تو اون وقتا هم گذاشته حالا 2019 2014 نیست نهی پنج سال در کشور و در دنیا بسیار تحولاتی آمده. آمده این راجعه به اینکه حکومت آینده چی شکل باشه آقای رئیس جمهور ما در تشکر باشه روحانی اونا واضح ساختن که با مشارکت معتقد هستن به همه شمول بودن و همه شمول ساختن معتقد هستن به قاعده وسیع ساختن به خاطر پروسه صلح معتقد و متعهد هستن اما معامله نمی کنن نمی گذارن که فیصله حکومت سازی و حکومت داری در کوچه و بازار صورت بگیره او باید به اساس رای و به اساس اعلان رسمی که میتونه مستقل انتخابات ها بعد از این نوبت ساختن حکومتی که قیدی وسیع داشته باشه خاطر که ما در نقاط آغازین آمادگی دوباره برای پروسه صلح هستیم که از اشتباهات گذشته خود و دیگران هم استفاده کرده این بار مثال و پروسه صلح به شکل دیزاین شده و به شکل پلان شده که به سرعت به خیر به صلح میرسیم و به مردم خود اطمینان میتونیم که از این تشنج بعد از انتخابات هم مطمئن باشیم چیز واقعی نمیشه و مطمئن باشیم وقتی ما گفتیم لای جرگه را کامیاب میسازیم کامیاب شد انتخابات ما میگفتیم میشه و موفق میشه شد حال برشان اطمینان میتونیم
که انشالله قبل از ختم سال 2019 خبر خوشی در راستای رسیدن به سال هم به ایمارت پاس داد. به ایمارت بحث نداشته باشه. شما با آرمان با تشکیل از حکمت با قایده وسیع هسته نه حکمت اطلافی درست؟ بله. قایده وسیع که همه شمول باشه هم مشارکت باشه دو به خاطر که اگر ما قرار باشه فرق کنیم با طالبا این ما بقیه کشور که باید به یک پلتفرم باشه. در پایان با مسئله بحران گفتیم که وضعیت سال 2014-2019 و مسئله بحران وجود نمیاره. در حالی که پیش از شش میزان برگزار انتخابات بارها تیم ثبات نظاره مدعی بودن که این بار ما گذشت نمیکنیم و از حق خود دفاع میکنیم. یک تشویش به این میره که اگر نتیجه خلاف تیم ثبات نظاره اعلان شود و یا هم نتیجه خلاف تیم شما اعلان شود از شما نه تیم ثبات نظاره نتیجه را میپذیره و نه هم شما. این بحث ادعای برد نمونه ازی است و فکر نمیکنید خودی بحران تنها تیم ثبات همگرایی نیست دیگه که ما هم همونت ادعای داریم که ما پیروز هستیم و یگانتش کوچکشی هم شروع کرده بود که برم بخیر به هر ریاست جمهوری. این امو فرهنگ کمپاینی هست، حرفای است که ناشی از فرهنگ کمپاینی هست. این معمول می باشم و زمانی که کمیسیون مستقل انتخابات نتایج اعلام کنه ما یقین دارم در هر تیم با شخصیت‌های ملی هست، شخصیت‌های آگاه هست، شخصیت‌های متعهد هست که رو می شود میگیم که نخیر کمیسیون که اعلام کرد ما می پذیریم نتایج کمیسیون هست. بعد از اون است که حکومت چطور ساخته میشه و بعد بود بحث نگرانی بحث آمار بلند شکایت هست داخل دولت هست. بر اساس آخرین آماری که از طرف تیم ثبات همگرایی و بعد از تیمای دیگر مطرح ارائه شده تنها تیم ثبات همگرایی از آن شکایت بلند در انتخابات ثبت کرده در قسم شکایت انتخاباتی. زمانی که گراف شکایت بلند باشه فکر نمیکنید که نتیجه انتخابات هم قابل قبول نخواهد بود؟ خب او یک روند معمول است. ما هم ثبت کردیم شکایت، تیم ما هم ثبت کرده برای دیگه کاندیدایی که ما دیدیم به خلاف کاندیدا ثبت کردیم و ما با همقدر که به کمیسیون مستقل انتخابات باورمند هستیم همقدر به کمیسیون رسیدگی به شکایت هم باورمند هستیم اونا رسیدگی میکنن و ما پیشتر گفتم که هر فیصله کمیسیون رو ما میپذیریم به خاطر که ما میفهمیم که فرهنگ قبولی تصامیم مستقل کمیسیون مستقل باید نهادی نشه. حتی اگر فیصله کمیسیون انتخابات به ضرر شما باشه برای خودی کن منتج شده هر فیصله باشه ما میخوایم این فرهنگ نهادی نبسه. در پیوند به نوارای تصویری که در صفحات اجتماعی پایین بالا آمده در مورد تقلب بر تیم دولتخان به ایمار نخواهد دیگه سنده شد آمینا ساختا و باخته میشه یک روز قبل از انتخابات یک چیز دیدم که یکی از ملتوالی ها برای آقای برتی می ثبات همگرایی داشت تقلب میکرد و انکار میکرد با ما تجربه انتخابات 2014 را مستقیم نداشتم به خاطری که من میبردان امنیتی به رهبری من کردم و مسئولاتی که امنیت داشتم و یک دوست خود چک کردم که ایش ایش چیست گفت این کلپ این از 2014 است که مردم آورده و نشده این در دنیای مجازی و چیزهای ساختا و باخته میشن کلیت نزید برد این خوابه در تیم شما قاید آنزای بسیار شد مثلا در فالوی تیم شما هم در روز انتخابات گلبدین حکومتیار نامزد انتخابات جمهوری جمهوری افغانستان هم مدعی شد که یک شب پیش انتخاب از تیم مناطق تیم دولت ها فرصت داده در بحث مناطق خب ادعایش هم مستند است شکایت کنم به کمیسیون رسیدگی به در مسئله صلح شما گفتیم که مژده میتون برای مردم افغانستان در صورت پیروزیتان صلح به طرف مسیر مثبت میرد در صورت پیروزیتان در انتخابات ریاست جمهوری شما می بنبستی که در پروسه صلح آمده انزوای که حکومت افغانستان به او روبرو شده و در مسئله صلح این در کدام مشکل حل میکنه خب این انزوا نبوده ولی مثل که معاون سید صالح صاحب میگه به مو الفاظ خود ازو که کودتای سفید بود و الفاظ ما بازی است که یک دستی جدی بر علیه قانون اساسی افغانستان بود میخواست ما از قانون اساسی محروم بسازد که الحمدلله با استادگی که دولت داشت و رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان داشت او دستی که خونسا شد
آرفتی ماه دستور قانون اساسی انتخابات کردیم و انشالله که با اساس زمین قانون اساسی با اساس زمین انتخابات ما تداوی مشروعیت می داشته باشیم. اساس همین بود که یک بار ما باید تداوی مشروعیت تضمین کنیم. و تداوم نظام مشروع در شاخصود قانون اساسی رو تضمین کنیم. بعد از اون میریم به طرف پروسیستا یا برمیگردیم به طرف پروسیستا. اما با تغییرات که این بار پروسیستا افغان محور میباشه و مردم افغانستان در محور قرار میداشته باشن و دولت محور میباشه، نه خارجی محور. سوالی که خارجی محور باشه چی فرق داره با اصولی که ما در پشتاور هستیم؟ خارجی محور بحث مخالفت به پروسه قطر هر چی باشه. من مثال که میتونم برتون، من به یاد پروسه پشتاور اسلام آباد میندازم که 20 سال قبل که به نام معاهده پشتاور و معاهده اسلام آباد داشتیم، چی قیمت بزرگی به اون پرداختیم. چرا که خارجی محور بود. ما افغان محور میخواهیم که ساخت باشه، ما دولت محور میخواهیم ساخت باشه. اما وقتی که از قاعده وسیع سیاسی حرف میزنه و وقتی که مشروعیت نظام تضمین شده باشه، باز برای رسیدن به صلح ما حاضر به انعطاف پذیری بسیار زیاد هستیم. چرا او با تعبیر چیز که به خاطر منافع ملی است. اگر از آدرس که مشروعیت تضمین نباشه، شما انعطاف پذیری نشان بدید، او معامله برای قدرت حساب میشه. حالا الحمدلله ما از این مرحله گذشتیم، به سایز خونسا شد، ما میریم به طرف صلح افغان محور. در مورد صلح افغان محور یک چیزی که آقای داوودزی چیزی که آقای غنی در حکومت فعلی تنوز هم جریان داره به چه تاکید داشت و این مورد توجه جامعه جهانی قرار نگرفت، شما یک بار دیگر به مثال تمرکز میکنید و بحث صلح افغانستان هم بیشتر فراتر از تصمیم دولت افغانستان فکر نمیکنید که در این راستا موفق نخواهد شد در پروژه فعلی؟ ما انشاءالله موفق میشیم. کشور همسایه زیاد رول داره در آوردن صلح. پاکستان زیاد رول داره، در جنگ هم زیاد رول داره و در ختم جنگ هم زیاد رول داره. پاکستان حالا ما میبینیم که متوجه شده که تجارت برای افغانستان در 5 سال گذشته از 5 میلیارد آمد به کمتر از 1 میلیارد و اقتصاد شما میبینیم حالت شده، حالت بسیار بده است. مجبور است که با افغانستان و از رای افغانستان با سرمیانه تجارت شروع کنه. به تجارت صرف در صورتی شده میتونه که با پروفسور همکاری صادقانه داشته باشه. ما انشاءالله که ایران به دست میاریم، زمینش مساعد شده و ساخته شده و فراهم شده. البته من نمیگم که خارجه کلان، کشورهای کلان دخیل نباشه، اونا هم باشن، مگم در جایگاه خودشان. اصل مسئله بین دولت افغانستان و طالبان و پاکستان است. این سه جناح است و من یقین دارم که این بار صلحی پروسه صلحی که ما پیش میبریم محوریتش همین مسئله است میباشه. دولت افغانستان، گروه طالبان و پاکستان و محوریت این مسئله است میباشه. و در صورت پیروزیتان بحث مذاکرات پروسه قطر و تلاش قطر او همه حاشیه است. او همه حاشیه است. او مومد میباشه. چین، رول چین حاشیه است. مومد میباشه. رول روسیه مومد میباشه. رول ایران مومد میباشه. کشور عربی مومد میباشه. و بالاخره امریکا هم مومد میباشه. اما محور افغانستان، طالبان و پاکستان است. اینی مسلط به محور باشه. جنگ هم اینمی محور است. اینمی سی ادرس در محراق جنگ قرار دارد. اما به این باور هستیم که کار شما بتونیم به پیش ببریم با توجه به مسلطه بسیار خاص آمریکا در پروسه صلح. و شما دیدیم که در نو دوره مذاکرات آمریکایی ها چی کردن با نقش خود افغانستان و با پروسه صلح افغانستان؟ خودتان قضاوت کردید که در نو دوره چی به دست آوردن بالاخره؟ خودتان قضاوت علی میشه. امریکا قضاوت جریان داره که در نو دار چی به دست آوردن؟ چرا این عجی مسلس برامده بودن؟ در اونجا مسلس امریکا و پاکستان و طالبان را پیش می بردن. او محور شده نمیتونه، او محراق صلح شده نمیتونه. محراق صلح افغانستان، طالبان و پاکستان شده نمیتونه. دولت افغانستان، طالبان و پاکستان دیگه جناها همش مربوط هستن و حاشیه هستن، ممید هستن. اما آقای داوودزی فکر نمیکنید که یک بار دیگر تاکید میکنم در این پروسه موفق نخواهد بود؟ چون دیدگاه طالبان هم خیلی واضح است.
طالبا هم بارها مطرح کردند که صلح اصلی ما با طرفهای خارجی است و مرحله دوم صلح با افغانها است. علی اشتباه طالبا بود که این مثلث ترجیح دادن، مثلث طالب امریکا پاکستان ترجیح دادن، اشتباهشان بود. ما یقین دارم به اشتباه خود پی بردن، اگر نبردن به زودی پی میبرن و برمیگردن به این مثلثی که در رأس زود دولت افغانستان بود. در مورد یک بار دیگه سر انتخابات میگن با اصلا نتایج انتخابات شما گفتیم که اختلاف توقع تیم دولت خود در جاهای رای دوستان که توقع هم وجود نداشت و بیشتر رای خوب کسب کردن، اما این هم فراموش نکنیم که در نتیجه ضعف و مشکلاتی که وجود داشت پایین بودن میزان مشارکت مردم به این معنا بود که مردم خیلی علاقه‌مندی نشان ندادن و خیلی راضی نبودن عملکرد حکومت. با توجه به پایین بودن میزان مشارکت مردم چگونه به این باور هستیم که مردم خوب رای داد و تیم دولت خود هم خوب رای کسب کرد؟ اما دو مسئله را مکم جدا البته عدالت میکنم از هر دو مسئله. اون موردی که من ادعا دارم که در رسایی که قبلا رای نداشتم و در دلم دارم در 2005 جوای کرده که کاندید بودم در 5370 رای برده بودم و اونم که باز ما معلوم کردیم کوچه‌ای بودن که در 5700 اونا رای داده بودن، یعنی که رای آقای کرده 2005 از 5600 بود. بعد از اون انتخابات 2009 همچنان، در 2014 همچنان، این بار 17 الی 20 درصد رای از دست دادن این سر ولایت 5600. خب این مورد تیم رای مدعی هستن که شما بعد واسطه پول و انتخابات نبوده، پول نبوده ولی از معاون ما داریم از امون آدرس که مردم خود از اون میبینن. شاید معاون اینه که ما داشتیم قبلا مردم به او پیمانا خود از اون نمیبینن، این بار خود میبینن از اون آدرس نمیدگی میکنن. به او مورد دیگه چی بود؟ مثلا میزان مشارکت؟ میزان مشارکت قانون در اون کلا مشکلی نداره. اگر هر قدر میزان مشارکت باشه مهم 50 جمعیت. اما نه این بار میکنم اما این یک طرف رو میشن از 2004 مشارکت بسیار بلند بود به خاطر که مهاجرین هم شامل بودن، مهاجرین افغانستان در پاکستان و ایران. در 2009 مهاجرین قطع کردن، یک قسمت دیگه را قطع کردن. باز 2014 یک قیچی دیگه گرفتن. این بار این کمیسیون فیلمی کمیسیون قبلی هر قدر مردم گفتن که بگذار مردم را دستر کنن، ثبت نام کنن، بند کردن ثبت نام هم این سیکر را کشیدن و باید این کمیسیون فرصت نداشت. این کمیسیون ما یقین دارم اینا میخواستن که بگذارن مردمی که میخواد رای بتن ثبت نام کنن ولی اینا فرصت نداشتن باید دستش میزان انتخابات را دایر میکنن. یعنی یکی از دلایل مهم این که مردم ثبت نام نبودن. بعد از مسائل تخنیکی هم بود در روز اول انتخابات داشتش که میزان مردم برآمدند در پای صندوق رای رفتن ولی مشکلات تخنیکی بود پس برگشتن خانه دوباره برنگشتن. خب این که مسائل امنیتی بود در این هم شکل نیست، یعنی یک جمع از عوامل یک جا شد که باعث پایی شدن و انتخابات پارلمانی و شورای ولایتی و که تشمیم آقای دوکتر برای خواست گزارش هایی که تنسید رفت آقا ساخته شده در قشت آگاه جامعه زمانی که گزارش ساخته شده دیده میشه که میگن خب ما به دلیل به انتخابات شرکت نکردیم که در حکومت ضعف وجود داشت با مشکلات بود خدمت صورت نگرفت بر مردم خدمات ارائه نشد این مسئله نگوش کرده ما تو فکر نمی‌کنیم که این مورد بوده باشه. اگر این مورد بوده باشه کشوری آقا خوب باید بره رای بده به 18 نفر خواهد یک نفر مورد تاییدشان باید نیست. اگر 18 کاندید در هیچ کدامش مورد تاییدش نبودی باید یک مشکل دیگر بگه باز 5 سال انتظار بکشه که کاندید خوبی رو بده. خود اون زید مسئله یک بار دیگر میخواد سر تمرکز بکنیم در مورد انتخابات و نتیجه انتخابات و مجموعه انتخابی که انجام میشه. به این باور هستیم مثلا چیزی که باز هم تصویر میدن آقای دو مطرح میکنه در یک سخنرانی خود جنرال عبدالرشید گفتن به عنوان اول رئیس جمهوری به رادارهاشان گفتن که نامتان در کمرتان مطلاعاتتان در جیبتان از رایتان کنترل کنن، در حالی که شما گفتیم که سال گذاشتانه نیست و این بوی بحران خیلی وسیع‌تر است. شما دیدیم که در مسئله گرفتاری آقای قیصاری مردم به جاده ها برآمدند و تشنج ایجاد کردند.
نگران از این هستیم که نتیجه قبول نشه و وضعیت اقتصادی و امنیتی و مجموعه وضع فشار بر خاطر نه خیر من نگران نیستم یک حرف خدمت شما رو میگم ولی حرف من نیست ما کشیده ایم از مردم در دوران کمپاین که ما بازارها و شرکتها آزار مردم دیدیم و خانهشان شنیدیم یکی از دلایل عمده که مردم میگفتن ما آمدیم با آدرس شما و با دکتر سیغانی رای میدیم یکی از دلایل عمدهش گفتن دکتر سیغانی وعده کرده بود که جزایر قدرت ختم میکنه و جزایر قدرت ختم کرده سلطه زور و زر هنوز مانده ضعیف شده و گفتن ما پنج سال دیگه برش رای میدیم که سلطه زور و زر هم ختم کنه حالا اگر کسی به او شکل حرف میزنه در کشوری که انتخابات در چارچوب قانون اساسی است صاحب رای امنیتی و دفاعی است که مردم افغانستان سر از افتخار میکنن و باز حرف از دفاع شکل دیگه یعنی به شکل فراقانونی میکنن او خو باز به تلاش ایجاد جزایر قدرت است که بقیده به وقت حدود باشتن از اون فکر نباشتن اما اگر شکل دیگه باشه که به با کوچه بازار میبرن و تصمیم به او شکل میگیرن او را مخصومت شما عرض کردم که ما طرفدار و پایبند به هستیم که فرهنگ قبول کردن تصامیم که میتونه نهادی نبسازیم نه اینکه در کوچه بازار تصمیم بگیریم در مورد خودتان به این باور هستیم که میپذیریم تصمیم که میتونه ولایت بدلان باشه در مورد تیمای رقیبتان به چی باور هستیم آیا فکر میکنید که اونا بپذیرن اونا میفهمن کارشان من یقین دارم که اگر نمیپذیرن هم عکس‌العملشان ضعیفتر از 2014 میباشه چون در داخلشان به اون پیمانه اتحاد جز نداره در مورد احتجاج برای تصمیم که میتونه انتخابات من یقین دارم وقتی که کمیسیون مستقل انتخابات نتایج اعلام کنه در هر تیم شخصیت های ملی و با فهم وجود داره که اونا میگن شد بده اینا به کمیسیون اعلام کرد به اطلاق کنه در مورد اختلافات چه بکنه های رقیب شما مدعی هست در آخری دوز ده که در داخل تیم شما شدیدا اختلافات وجود دارد و جدال روی بخش از موارد وجود دارد به این مورد داخل و هیچ وجه ما خود خدمت شما عرض کردم که از 19 سال تجربه در کار دولتی دارم با این پیمانه تیم متحد ما یعنی 19 سال نمیده ستاد متحد تیم متحد این متحد ترین هیچ نوع اختلاف وجود نداره اگر کسی میگم او نمی کمپاینه مخالف بسیار خوشحال آقای داود زایی که به خوشحال فرصت میکنم با شما کسی که بینده عزیز که بس ما رو تا کنیست ایمان را دنبال کنیم تا برنامه بسیار